28 سفر رحلت پیغمدار آخرین و حضرت رسول واپسین عینیت قرآن کریم حضرت رسول اکرم و همچنان شهادت امام حسن مشتبا را بر همه شما عزیزان و همتان عزیز مجددا عرض تسلیت داریم و در بخش اخیر برنامه امروز خود قرار داریم و دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد محمدی عالم دین و مدرس حفظه تا بیشتر در این باره صحبت کنیم جناب استاد سلام صبح شما بخیر خیلی خوش اومدید به علیکم برنامه و الله. علیکم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و, و معین عرض سلام ادب دارم خدمت شما و تمام دست اندرکاران تلویزیون جهانی رای فردا و همچنان بینندگان محترم این رسانه وزین اسلامی و همچنین فرا رسیدن سال روزی رحلت پیامبر مهربانی، پیامبر رحمت و آخرین پیامبران الهی حضرت محمد مصطفی و همچنین سال روزی شهادت سید شباب اهل الجنه امام حسن مشتبا کریم اهل بیت را برای تمام مسلمانان جهان مخصوصا خدمت تمام بینندگان محترم و خدمت شما از صمیم قلب و با, با کمال تواضع و عرض می‌دارم. من خیلی تشکر و همچنان خدمت شما خب ما می‌خوایم از اینجا آغاز کنیم که در اول چند تا از ویژگی‌های پیامبر را بشناسیم و ما هم و ویژگه ها را در زندگی خود پیاده کنیم خب در فضای آن روزی عربستان قسم که شما و همچنان بیننده های عزیز آگاهن جاهلیت عرب نامیده می در خوب در اون فضا حضرت محمد قبل از اینکه با پیامبری هم مبعوث شوه امین لقب گرفته بود خب چه ویژگی داشت پیامبر پیامبر گرامی اسلام ویژگی های فوق انسان در مورد یک کسی اگر بخواد صحبت کنه در دو مورد اصلا گیر میماند که چی گونه باید صحبت کند یک در مورد یک کسی که اخلاق خوب اصلا یا صفت خوب نداشته باشه یعنی اگر بخوای او را وصف کنه با چی وصف او را وصف کنه نعم. چون که هیچ وصف خوبی نداره در مورد دوم کسی که از اول تا آخر از سر تا پا از علف تا یا کلن خوبی باشه مثل پیامبر گرامی اسلام پیامبر گرامی اسلام اوصاف فوق و از تمام افعال و رفتارش حتی قبل از اینکه به پیامبری مبعوض شود اوصاف فوق داشته پیامبری که تمام وجودش را مهربانی کمک به مردم صداقت امانتداری و کمک با مردم دستگیری با فقرا و همچنین کمک رساندن به ضعیفان جامعه و استادگی در مقابل ظالمان و زورگویان و از جمله پیامبر گرام اسلام که قرآن خیلی وصفش را بیان کرده مهربانی پیامبر گرام اسلام است. قرآن کریم می فرماید لو کنت فزن غلیز القلب لن من یکی از دلیل هایی که مردم در او زمان اسلام را میپذیرفتند یکی از دلیل های عمدش اخلاق و رفتار و مهربانی پیامبر گرام اسلام قرآن صریحا بیان میکنه میگه که اگر تو تندخوی و سخت دل می بودی مردم از اطرافت فرار میکرد به همین خاطر پیامبر گرام اسلام پیامبر مهربانی ها بود پیامبری که حتی دیگران اگر برای برایش نسبت به او ظلم میکرد باز هم کمک و مهربانی میکرد که از جمله داستان معروف و مشهور داریم که پیامبر گرام اسلام از پیش دروازه یک یهودی هر روز میگذشت اون یهودی به خاطر که نفرت خاص نسبت به پیامبر گرام اسلام داشت همیشه خار و خاشاک و خانش را خلاصه جمعواری میکرد در سر پیغمبر میانداخت تمام. یعنی یک بار چقدر خوب است ما خود را به جای پیامبر قرار دهیم کسی باشه که مثلا همیشه ما رو اذیت کنه تنه بزند زخم زبان بزند از هم گذشته اذیت جسمی کنه خار و خاشاک رو سر ما بندازه. اگر یک روز کسی این کار را کند ممکن است ما همیشه هیچگاه او را فراموش نکنیم و همیشه به یاد ما باشه ولی پیامبر گرامی اسلام هر روز که رد میشد این کار میکرد مرد یهودی تا اینکه یک روزی پیامبر گرام اسلام متوجه شد که دو روز است این مرد یهودی اصلا خار خاشاک پیامبر تعجب کرد از همسایه‌اش پرسید این مرد یهودی کجاست در جواب گفتن او مرد یهودی مریض است در حالت احتضار پیامبر گرامی اسلام با اون که کسی که بر او ظلم کرده او را توهین کرده تحقیر کرده هر روز اذیت کرده خاص به عیادتش برود به عیادتش رفت دروازه را در باب کرد مرد یهودی پرسید کیست پیامبر گرامی اسلام را معرفی کرد فهمید کسی به یادت هم آمده که همیشه من او را اذیت میکرده. Yeah. به همین دلیل اون مرد یهودی در بستر بیماری قرار داشت از شرمندگی لحاف رو روی سرش کشید تا این که با پیامبر گرامی اسلام چشم به چشم نشود خجالت میکشید از حضور پیامبر اما پیامبر گرامی اسلام در کنار بیسترش نشست و با او درد دل کرد و و همچنین با او صحبت کرد اصلا ظلم ها ها و رفتار گذشته اش را یادآوری نکرد این از پیامبر مهربانی پیامبری که در آخرین لحظات عمرش هر کسی باشد مهمترین حرف گفتنیش را در لحظات آخر عمر میگوید <applause> همچنان پیامبر گرام اسلام در بیستر بیماری قرار گرفته بود امیر المؤمنین و عده از مؤمنین که در کنار پیامبر گرام اسلام جمع بودند پرسید یا رسول الله از چی غم داره در حال از رفتن از این دنیا هستی آخرین حرف شما چیست و در فکر چی کسی هستی؟ اگر ما می بودیم شاید میگفتیم در فکر پول و دارایی خود در فکر اولاد خود در فکر مم. فرزندان خود در فکر خانه خود اما پیامبر گرامی اسلام فرمود تمام هم و غم من امتم و مسلمانان هست پیامبری که دیگران پیامبر را اذیت میکردن ظلم میکردن در حقش توهین تحقیر میکردن اما پیامبر شب که به خانه آمد دستش را به سوی آسمان بلند میکرد دعا میکرد اللهم اغفر فانهم فا لا يعلمون خدا قوم را ببخش اینها نمیدان اینها جاهل هستند پس بنابراین چقدر خوب است ما درسی سر از پیامبر گرامی اسلام بگیریم پیامبر مهربانی پیامبر خوبی با همه مهربان باشیم نه. نه تنها با دوستان و اقاری با کسانی که حتی نمیشناسیم نه تنها با کسانی که هم مذهب و هم مسلک با ما نیست حتی کسانی که هم دین با ما نیست با آنها مهربان باشیم پیامبر گرامی اسلام دید داستان هایی دارد که کسانی که تا هنوز مسلمان نشده بودن یهودی بودن مسیحی بودن حتی مشرک بودن اما پیامبر با پیامبر که ملاقات میکردن پیامبر خیلی مهربانی از خود نشان میداد به همین دلیل چقدر خوب است یکی از درس هایی که ما باید بگیریم از پیامبر گرامی اسلام مهربانی نسبت به دیگران هست و همچنین دومین وصف پیامبر گرامی اسلام کمک با دیگران هست عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و جامع و دلق نیست عبادت فقط به این نیست که مثلا نماز خود را اول وقت به مسجد در صف جماعت شرکت کنم عبادت فقط به دعا کردن گریه کردن شب زنده کردن نیست عبادت فقط به روزهداری نیست عبادت بهترین عبادت این است که دست دیگران را بگیری نه. کمک به خلق الله کمک به خلق الله دقیقا پیامبر گرامی اسلام کمک بر مسلمانان بر یهود بر مشرک بر مسیحی حتی با همه کمک میکرد از جمله داستان جالبی دارد از پیامبر گرامی اسلام یک روزی از یک جای میگذشت چشمش به یک پیرزن قد خمیده افتاد هوا خیلی گرم بود دید که این پیرزن یک مقدار بار سنگین با خود حمل میکند از یک طرف این خانم خیلی ضعیف و ناتوان هست از طرف دیگر هوا گرم است و از طرفی هم بار سنگین رو با خود حمل میکند یک لحظه بار خود را از اینجا به یک جای دیگر انتقال میدهد باز از خستگی به جای خود می‌نشیند. بعد از توقف دوباره به حرکت میکرد همین رقم پیامبر گرامی اسلام چشمش به این خانم افتاد دلش سخت آمد در نزد این خانم گفت آیا من می توانم با شما کمک کنم گفت آره گفت من می که بار شما را به خانه شما انتقال بدهم پیامبر گرامی اسلام بار سنگین این خانم را گرفت روی شانه هایش میخواست به ببرد در مسیر راه این خانم گفت من یک زن یهودی هستم نه. تا هنوز مسلمان نشده اگر کسی دیگر باشه شاید بارو رو به میگذاشت تو که مسلمان نشده تو که زن یهودی هستی چرا کمک من نه. چرا با شما کمک کنم اما پیامبر گرامی اسلام باز هم براهش ادامه داد تا اینکه در پیش خانه این خانم رسید این خانم زمانی که این همه مهربانی را دید رو را به سوی پیامبر گرامی اسلام کرد و گفت زمانی که شما این همه مهربانی را نسبت به من کردید من هم میخواهم که جبران کنم نیکی و همکاری شما را حلی. من پول ندارم تا به شما بدهم چون که مردم از دنیا رفته من فقیرم بچارم فقط بهترین هدیه که به شما میدهم یک نصیحت مادرانه هست پیامبر گرامی اسلام فرمود بفرماید آن خانم گفت نصیحتم این است که من شنیده هم در این سرزمین یک مرد به نام محمد ادعای پیغمبری کرده او تمام یهودی ها و مسیح ها و سایر مردم که در سایر ادیان هست اونها رو منحرف کرده به بیراهه میکشاند و یک دین ساخته است به نام اسلام به عنوان یک مادر مهربان که این همه نیکی به من کردید من میخوام به شما یک نصیحت مادرانه کنم نصیحتم این است که هیچگاه در نزد آن مرد به نام محمد نرو چون ممکن است تو جوان مهربان جوان خوب را و مرد خوب ممکن است فریب بدهد منحرف کنند پیامبر گرامی اسلام تعجب کرد رو رو سوی این خانم کرد گفت اگر اون محمد حتی من خودم باشم باز هم همین حرف شما هست پیرزن تعجب کرد سرش را بالا کرد گفت واقعا تو محمد هستی پیامبر گرامی اسلام فرموداره من محمد هستم گفت اگر تو محمد هستی این همه مهربانی و اخلاق و رعفت من نسبت به شما شنیده بودم اما کاملا برعکس بوده شما مهربان اخلاق نیکو و کمک با دیگران میکنید این همه مهربانی که شما دارید من از دین شما هیچی نمیدانم اما به خاطر مهربانی شما کلمه شهادتین را بر زبان جاری میکنم در همون زمان بود که آن زن یهودی از اسلام هیچ چی نمیدانست فقط به خاطر مهربانی پیامبر و کمک که نسبت به آن خانم کرده بود کلمه شهادتین را بر زبان جاری کرد اشهدو الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلاصه پیامبر گرامی اسلام آدم زندگیش را زندگانیش را مطالعه کند تاریخ زندگانی پیامبر تعجب میکند پیامبر با این همه مهربانی کجا و این رفتار ما کجا خب آج این همه هم تعبیرات تبیرات جالب و زیبایی داشتین خیلی عالی بود خب این همه مهربانی این همه عظمت که آن پیانبر داشت ما به عنوان پیره و امت آن پیانبر بعد از سالها خب حالا وظیفه ما چه است؟ در خیبال که امروز دقیقا در سال روز رهلت آن بزرگوار قرار داریم وظیفه ما نسبت به پیانبر گرامی اسلام و بهترین هدیه ما به پیامبر گرامی اسلام رفتار ما و ساختن گفتار ما عمل کرد ما مطابق با رفتار و گفتار پیامبر گرامی اسلام است دقیقا اگر ما رفتارمان را سلوک و رویش زندگیمان را مثل پیامبر گرامی اسلام یا حدیقل شباهت داشته باشه با پیامبر گرامی اسلام بسازیم در جامعه ما اصلا مشکل نخواهد بود نه تنها در زمان فعلی متاسفانه میبینیم که هرچی ما از صدر اسلام دور شده رفتیم و فاصله ما بیشتر شد و 14 قرن گذشت و بیشتر رفتار ما به همون اندازه منحرف شده رفته در دوران اول اسلام و صدر اسلام مسلمان ها خیلی در بینشان همکار بودن داستان جالبی دارد میگه در یکی از جنگ ها در یکی از غزوات یکی از سربازان مسلمان دید که یکی از سربازان مسلمان به زمین افتاده در حال جان دادن هست خلاصه او کسی که در زمین افتاده بود از این هم رفیقش از این سربازی که استاده بود درخواست آب کرد گفت در حال جان دادن هستم یک ظرف آب برایم بیاور او ظرف آب را برایش آورد کسی که زخمی به زمین افتاده خودش درخواست آب کرده میگه نگاه کرد اون طرف که یک زخمی دیگر بود اشاره کرد که به اون نفر ببر میگه این شخص ظرف آب را برد در نفر دومی این طرف خود نگاه کرد اون طرف دید که یک زخمی دورتر از اون افتاده است اشاره کرد به اون نفر ببر چون که هوای کشورهای عربی خیلی گرم است و در این حال کسی که زخمی شده باشه خون ریزی کنه احساس تشنگی شدید برایش پیش میه اشاره کرد به نفر سومی این شخص ظرف آب رو گرفته به شخص سومی برد او زمانی که مهربانی دو تای اول را دید اشاره کرد نه من بهتر هستم به نفر اول ببر مگه ظرف آب را گرفتم آوردم به نفر اولی به سرباز اولی که درخواست آب کرده بود دیدم از تشنگی و از به خاطر جراحات خونریزی جان داده تعجب کردم بردم به بر سرباز دومی دیدم که او هم جان داده ناامید شدم گفتم به سومی ببرم حداقل و او کمک کرده باشم دیدم که او هم از به تشنگی و به خاطر زخم جراحات از دنیا رفته یعنی چقدر خوب است که ما با سیره پیامبر گرامی اسلام و سیره مسلمانان صدر اسلام برگردیم نعم. با هم مهربان باشیم گفتار اخلاق رفتار و مهربانی هایی که در اونجا بود نسبت به پیامبر گرامی اسلام میفرماید محمد رسول الله محمد کس پیامبر گرامی اسلام است و همچنین کسانی که با پیامبر گرامی اسلام باشه اونا دو ویژگی داره با کفار با سختی برخورد میکنه اما در بین خود رحما بینهم است در بینشون باید مهربان باشه بله خب امروز همچنین مصادف است با سال روز شهادت امام حسن مشتبا امام دوم شیعیان خب یک لقب بسیار زیبایی که داره کریم اهل بیت است اه اگر کمی از ویژگی های آن حضرت هم بگوین کریم اهل بیت یعنی چی یعنی امام حسن مشتبا کل ائمه ما مخصوصا امام حسن مشتبا همیشه با فقرا کمک میکرد کسی که ده بار پیش امام حسن مشتبا میامد نمی گفت شما نه بار این بار دهم است که آمدید نمی گفت مسلمان است یا غیر مسلمان حتی کسانی که از شام می آمد یعنی دشمنی سرسخت دشمنی حاد نسبت به امام حسن مجتبی و امیر المؤمنین داشتن ولی باز هم با اونها کمک میکرد از جمله یک کسی از غلامان امام حسن مجتبی علیه السلام کتایی از او سرزد آن وقت امام حسن مجتبی از این قضیه با خبرش شد او ترسید که حتما مجازات میکنه پیامبر امام حسن مجتبی در نزد آن شخص رفت در حالی که الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله يحب المحسنین را با خود زمزمه میکرد زمانی که رفت در نزد آن غلام غلام ترسیده بود شاید حتما مرا لبه کوب کند همین آیه از قرآن کریم را تلاوت کرد الکاظمین الغیظ یکی از اوصاف مؤمنین در قرآن این است که غیز و قهرش را فرو میبرد خشمش را فرو میبرد امام حسن مشتبا علیه السلام سلام فرمود من خشمم را فرو بردم و العافین عن الناس امام حسن فرمود من تو را عفو کردم والله الله یحب المحسنین خدا افراد محسن و کار را دوست دارد امام حسن مشتبا نه تنها او را مجازات نکرد یک مقدار پول هم برایش داد امام حسن مشتبا سخاوتش مهربانیش حتی یک یک روزی در بالای یک مرکب سوار بود یک مرد از شام آمده بود زمان که چشمش به امام حسن مجتبی افتاد امام حسن مجتبی را شناخت دید که با این همه عظمت و مردم احترام میکنن شناخت که امام حسن مجتبی است به خاطر بغض و کینه ای که نسبت به امام حسن مجتبی و امام علی ابن ابی طالب داشت و همچنین شناخت که از اونها نداشت شروع کرد به توهین و دشنام دادن امام حسن مجتبی تا آخر سکوت کرد و در اخیر فرمود من فکر میکنم که شما از شام آمدید چون بغض خاص مردم شام نسبت به امام حسن مشتبا داشتند، و شناخت از آن امام نداشتن گفتاره من از شام هستم گفت میدونم که شما مسافر هستید از شام آمدید در اینجا خانه ندارید من خانه بزرگ دارم بیاید در خانه من اگر غذا نداری من برای شما غذا میدهم و اگر راه را نابلد هستی من تو را میرسانم خلاصه با تمام مهربانی با او برخورد کرد آن وقت آن مرد اشک چشمانش جاری شد در نزد امام حسن مجتبی آمد گریه کرد که شما واقعا خلیفه واقعی شما هستید ما تا هنوز شما را نشناخته بودیم و گفت از این به بعد تا آخر عمر از مسلمانان واقعی و شیعی واقعی شما خواهم بود خیلی خیلی شکر جناب استاد حرفای واقعی شدینی ولی متاسفانه وقت ما خیلی محدود است فکر کنم هم گذشته دوستان ما اشاره دارن که وقت تمام است و اگر نه صحبت های بسیار خوبی داشتیم خیلی تشکر که امروز تشریف آوردیم و لطف کردیم